درود و بخش نخست گفتگوی آخر خط را به گونه زنده از نور بیننده استید. نگرانی ها از تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، جریان های سیاسی به ظرفیت و شفافیت در کمیسیون ها مشکوکند. کمیسیون مستقل انتخابات امروز اعلام کرد که بر اساس تقویم جدیدی که بر مبنای آن قرار است انتخابات ریاست جمهوری در 29 سرطان سال آینده برگزار شود، سبتنام نام مجدد کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سر از فردا 13 جدی آغاز و تا پایان ماه روان ختم خواهد شد این در حالی است که تصمیم اخیر کمیسیون مبنی بر تغییر تقویم انتخابات و تأخیر در برگزاری انتخابات با باکنش های زیادی که اکثریت آنها انتقادات و نگرانه ها مواجه شده است ضمن مخالفت این تصمیم با نص سره قانون اساسی بسیاری از جریان های سیاسی نهادهای ناظر بر انتخابات و کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با کارکرد کمیسیونهای های انتخاباتی با موجودیت ظرفیت و شفافیت مشکوکند و تأکید بر آوردن اصلاحات می کنند من زرید هستم و این موضوع را با کاوش خواهم گرفت در این بخش با حضور جناب آقای مقدم امین آگاه حقوقی و سیاسی خوش آمدید آقای شکر به نظرتان در راستای انتخابات گام های اخیری که برداشته شده چه نشان میتن اول آیا قرار است انتخابات در راه باشه انتخابات ریاست جمهوری و دوم چگونه انتخابات بسم الله الرحمن الرحیم عرض احترام خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون بحث انتخابات هم در افغانستان شبیه جنگ های طولانی در افغانستان شده به این معنی که اگر ما انتخابات بخوایم مفهومی صحبت کنیم زمان میتونه مفهوم داشته باشه که باورهای عمومی در او داخل باشه یعنی افکاری عمومی در اوجا باید داخل باشه عمومی مردم را قبول داشته باشه افغانستان شمول باشه و مطابق به قوانین کشور باید برگزار بشه ولی هر صفحه از انتخابات که اگر ما ورق بزنیم چیزی در بر مبنای قانون نمیتونیم پیدا کنیم بس انتخابات پارلمانی شما میبینین که سه سال و نیم به تعویق افتید اگر با همه کم و که داشت در اما اوائل مطابق به قوانین کشور برگزار میشد خوبتر نسبت به مرحله بعدی برگزار میشد و کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخابایی که اینا با هم در ابتدا توافق داشتند بس انتخابات پارلمانی را آنقدر به مردم وعده دادن با. که با کمال صداقت و امانت داری که محافظی رأی مردم هستیم محافظی به اصطلاح کنونی هستیم و ما را مطابق با, با تقسیم اوقاتی که برش ایراد شده مطابق زمان بندی هایی که بعدش تعریف کردیم همه ای امکانات ما در دا اختیار داریم برگزار میشه. خب میبینیم که هنوزم تکلیف از روشن نیست که کجا معلوم نیست که نتایج از به کجا میره امکانات واقعا نداشتند، چه دلایلی داشت تمام این ورشکستگی ها یا خرابی ها برمیگرده به اینکه قوانین در سطوح بالا نقض میشه ببینید در تمام کشورهای کفری و اسلامی یگانه منبعی که یا یگانه یگان نقطه وصلی که جامعه را با یعنی دولت با ملت وصل میکنه و تمامی توقعات با هم وصل میکنه تمام گرایش ها و صنف ها را با هم وصل میکنه قوانین هم کشور یعنی قانونی هر کشور تکلیف هر شهروندی را در برابر نظام و تکلیف نظام در برابر شهروند مشخص کرده اما برگزار انتخابات مسئولیت کمیسیون است کمیسیون مستقل است هیچ نهادی را شما در پروسه صلح ببینید گاه گاهی شما میبینید که ایراد پروسه انتخابات با پروسه صلح یک جا بس صورت میگیره این هم از نیازهای دولتی در حالی که پروسه انتخابات یک پروسه مردمی است پروسه صلح یک پروسه احتمالی و درازمدت است این میتونه یک گرایش های سیاسی داشته باشه آیا این امکان داره که صلح برقرار بشه یا نشه ما 14 هست که در رابطه با صلح تلاش میکنیم خصوصا در دهه اخیر بعد از 2001 به این طرف بحث صلح مطرح ما هیچ گاهی نمیبینیم که ما به صلح برسیم اما بحث انتخابات یک بحث روشن است بر مبنای افکار عمومی و قوانین کشور تاریخ های انتخاباتی ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی و ها و پارلمانی کشور مشخص شده ولی ما هیچ کدام یکی از این را در وقت و زمان خودش برگزار نکردیم ما به نظر هستم که قانون قسمی که یک بدنه ای کشور به عنوان افرادگرایی یا به عنوان تالی نوع دیگه شریعت در اختیارش گرفته و یک بدنه دیگه به عنوان تکنوکرات و ده ها چیزی دیگه قانون در اختیارش گرفته و این ملت است که ضرر میبینه نه کسایی که شریعت در اختیار داره و نه کسایی که قانون در اختیار داره اینا کمتر ضرر میبینند رئیس بی جمهور و حکومت وحدت ملی تاخیر انتخابات از آنچه قانون پیش بینی کرده 31 عمل سال آینده و 29 به نظر شما چی بود این دلایل مختلفی میتونه باشه از یک طرف کسایی که در کمیسیون مستقل انتخابات اینجا معرفی شدند از یک طرف اینا ظرفیت بسیار پایین دارند و در قدم دوم اطلاعاتی دست اول از وضعیت کنونی در اختیارشان نیست در قدم سوم اینا وابستگی های سیاسی دارند و اینا منافی مشترکی را با دیگران دنبال میکنند یعنی مستقل استقلالیت خود را به مردم کنند دیگران مرادتان کسانی که در حکومت هست بله در حکومت است اعضاب سیاسی هم که میبینیم به عنوان یک نقطه فشار اما ندارند ندارن اینها از یک جایگاه و یک وزنه ملی موقف گیری میکنن این هم عرفشان تاثیری در وضعیت کنونی نداره جامعه مدنی هم به شکل پراگنده یک بدنهش متعلق به احزاب سیاسی و یک بدنه از یک متعلق به دولت همین احزاب سیاسی نبودن که بایومتریک را قبولاندند کاربرد شبکه بیسون انتخابات پرتاب خب در زمانی را قبولاندند که خودی بایومتریک یک جنجال کلان خلق کرد هم برای احزاب سیاسی یک جنجال خلق کرد هم برای کمیسون هم برای برای مردم خب این ولی هر چند وقت تر اینا خب به هر حالت اقدام یعنی اینه... او... او راکارهایی که میتونه یک زبان مشترک در میان دولت و حزب سیاسی و کمیس اونها ایجاد میشد او زمان ما از دست دادیم امین همه آنچه چی گذشت را حالا کماکان بحث کردید و در ذهنتون قطعا دارید به یاد داشته باشید و بعد بیت این پاسخه به مبعوثین که انتخابات زمانش مهم است این که در سی و عمل بر مبنای قانون شده یا بستونی سرطان یا حالا هر وقتی به تأخیر تر از بستونی سرطان به نظرتون زمانش مهم است و یا چگونگی برگزاری انتخابات های مهم در کنار انتخابات ریاست جمهوری بحث زمان یک بحث زمان یک بحث ارزشی است و حتا قانونی حتی قانونی این یک بحث است که برای از ملت به اصطلاح تایید کرده گیره قانون برش احترام گذاشته زمان شما ببینیم اگر در مسائل شرعی هم بحث زمان مطرح کنین شما اگر یک نماز ترکین هزارها رکت نماز دیگر را بخونین جای از یک رکت نماز نمیگیره زمان جایگاه خود از لحاظ از از لحاظ تاثیرگذاریش در تمام سطوح مختلف داره حالا به نظر من زمان... عمد... عمل خوب بود ب... کاملا یعنی با تمامی کاسته هایی که داشته باشه اگر ما مطابق قانون عمل بکنیم ما متقین هستیم که مفکار عمومی را میتونیم به عنوان یک قوت در اختیار عمد... خود داشته باشیم هم حمایت کشورهای بین المللی را سوی دیگر شما هم به ظرفیت در کمیسیون بی باورید واقعا اگر قرار باشه سوی که عمل بر مبنای قانون برگزار شود چگونه انتخابات خب اگر ما بس بخوایم روی زیربناها یک مقدار بحث ببریم و مشکل برمیخوریم به این معنا که بیشتر قانونی ما قابل سوال است یعنی هویت این نظام ماهیتش زیر سوال است حکومت وحدت ملی, حکومت ملی. یعنی اگر به گذشته از این برگردیم زیر ساخت های فکری زیر ساخت های اقتصادی زیر ساخت های حکومت داری زیر ساخت های ملت شدن همه از اینا مشکلاتی است که هر آنچه که بالا از اینا سرمایه گذاری شوه به انحراف کشانده میشه یعنی اگر قانون مندی را صحبت کنیم بازم به با انحراف میریم چون بحث قانون مندی قطعا جایگاه خدا بیستر خدا نتونسته که بالای مردم هموار کنه و مطابق به قوانین عمل شود یعنی وضعیت توریست که کاملا مسلحتی هست نظام یک نظام تجارتی از و یک نظام روی روزگذران هست شماره از عذاب سیاسی این برمی آید که با اونا چگونگی برگزار انتخابات مهم است و می حالا قانون اگر نقص قرار است بشه حداقل اصلاحات لازم در کمیسیون‌ها ها بیاید و بعد بسترش کاملا آماده شود و اشتباهات گذشته تکرار چیز زمانتی وجود داره که کیها میتونن اصلاحات بیارن خب حکومت که در چهار سالی که الان اینجا حضور داشت یکی از ماده هایی که اینا به توافق رسیده بودن بحث اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی بود خب آوردن افراد را به هیچ صورتی اینها را گزینش افراد گزینش قانون من نبود از چی شیوه اینا را آوردن همین قسمی که شخصیت هایی را که احترام داریم برشان برای برای صلح برای رفتن به پروسه صلح با, با طالبان معرفی کردند کی ها را معرفی کردند چی وزنی میتونه از وضعیت کنونی در افغانستان داشته باشه چی نمایندگی از 14 جنگ افغانستان میتونه اینا داشته باشه دولت همه را به با بازی گرفته به نوعی یعنی ما به این نظر هستیم که تا زمانی که شخصیت های تاثیرگذاری کشور روی یک گفتمان ملی قضایا را بررسی نکنند مردم قناعت ندارن افکار عمومی را با خودشان نداشته باشند. روی یک مکانیزم هایی که واقعا تاثیرگذار برای اوضاع کنونی نباشد. تا یک خطی روشن تعریف نکنند. شما هم در جبهه صلح بشو که اسم واجی میشین همین قسمی که طالبی که هویتش معلوم نیست شما را به رسمیت نمیشناسه در بدر نماینده های دولت میگردد که ما را طالب با ما ملاقات نمیکنه چی بالاتر از این بیشتر یعنی احزاب سیاسی هم اون جایگاه خودم مطابق با باورهای مردم که ریشه در افکار عمومی داشته باشه با مردم یک جا تصمیم گیری داشته باشه و موقف گیری بکنه و تاثیر مستقیم خود بالای پروسه انتخابات و دولت و یک های دولت داشته باشه این هم نداره ما به این نظر هستیم تا زمانی که یک گفتمانی کلی در سطح کشور ایجاد نشه و که تاثیر گذارند در حوزه سیاسی اینها رو یک،, یک راه یک خطی راهی به توافق نرسند در تمام جبهه صلح و جنگ ما متقین هستیم که <applause> نه انتخابات میتوند تاثیر مثبتی بر روند فعلی داشته باشد نه پروسه صلح میتوند تاثیر با این کمیسیون اگر بیایند یک سری ضمانت ها بکنند مثلا کشورهای حامی انتخابات های افغانستان از جمله امریکا زمانت بکنند و بعد روند را رو الکترونیک بکنند نه مثل ماشین های بایومتریک استفاده شد البته بروستر و بالاخره با درس, گرفت، درس گرفتن از اشتباهات گذشته در اون صورت هم با این کمیسیون به نظرتان نمی شود رفت به انتخابات یا می شود که مثلا ما فکر بزن. کنم که دیگر اگر بخوایم که کسای دیگر را جای گزین کنیم هم زمان برای ما شما این فرصت نمیده و هر قسمی که هست همین کمیسیون باید به با جای خودش قرار داشته باشه اما میتونه که احزاب سیاسی تاثیر خود داشته باشه امروز انتخابات یک چیزی جدیدی نیست تمام کشورهای دنیا که عضو جامعه جهانی هستند همه از اینها در این انتخابات ها شریک هستند یک مدلی دیگری که بتانه پهلوی از اینها را تقویت کنه و یک راکاری دیگری که نظارت مستقیم از کارکرد کمیسون داشته باشه که افکار عمومی را با اینا داخل بوده باشه خیلی راهکارهای وجود داره که بتونه کمیسون تقویت بکنه و بالاخره نگذاره ای به با این حراف بره و ها کسایی که مرتکب جرایم شده اینها را به دادگاه بکشانند نظارت بالای فرد فردی از اینا چه از راههای الکترونیکی چه از راههای دیگری صدها رای برای انتخابات در کشورهای جهان سوم در کشورهای پیشرفته در کشورهای جنگ زده ما های بسیار زیاد شده در کشورهای منطقه و دور و نزدیک داریم یعنی اگر واقعا عذاب سیاسی جامعه مدنی دولت کمیسون هایی که هست همه از اینا اگر اینا دست به هم بزن اینها بر مبنای منافع ملی و ارزش های ملی تصمیم بگیرن این راکارها را خیلی میتونن از کشورهای دیگه بدست بیارن برای بر 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 یک اقدامی که قرار شوه و لازم هست شما شک دارید مثلا میگویید که اصلاحات را کی بیاره و حکومت وحدت ملی نمیشه نه ببینیم بعضی اصلاحات یک بحث قانونمند است آه. بحث قانونمند است که دولت قطعا قطعا شما اتاز یک والی رو ببینید از میان صدها انسانی، انسان انسانی خوشنام یک انسان فاسده به ایسی والی تعیین میکنن گزینش افراد در, در دستور کار دولت به همی شما یک قماندان امنیه را میبینید یک قماندان امنیه که کاملا هیچ نوع صلاحیت تحصیل گذاری را در روند جنگ و امنیت نداره این را به عنوان قماندان امنیه در یک ولایت تعیین میکنن هیچ تاثیرگذاری را بالای عمومی نداره ولی خب این وضعیت دولت اینمی قسم است اما ما چی کار باید بکنیم این پارلمانی که نظارت مستقیم بالای افکاری بالای دولت داره عذاب سیاسی خو یکی از کارهاش یک پول ارتباطی میان دولت و مردم و بالاخره بیشتر سازی برای رفتن برای کجی های دولت هست که این بعد جایگاه خود پیدا کرد همه قسم عذاب سیاسی مطبوعات و دیگر نیات های مدنی ما به این نظر است که اگر دولت کج را میره نیاز است که نیاز است که عذاب سیاسی از راه های قانونمند وارد بشه کمیسیون انتخابات همین شب و روز دیروز و امروز با چندین نشانی از جمله حالا به قول خودشان با اصحاب رسانه ها بالاخره با جامعه مدنی با, با چند نشانی نشست داشتن با احزاب سیاسی هم که هر از گاه اینا نشست های مشورتی می داشته باشن پس میشه امید بس که این بار دارن می روند به طرف آبانس. هر کاری فیلن برای فیلن امین نشست هایی را که کمیسیون مستقل انتخابات بعضاب سیاسی داره و جامعه مدنی داره و شخصیت های مطرح داره یکی از راهکارها میتونه همین باشه بلکه در از درون از, از اینها یک راهی پیدا میشه که بلکه مسیر از اینها مشخص شه و حدی اقل افکار عمومی را اینا بتونن اعتماد این مردم نگاه جامعه, جامعه جهانی ولی... به انتخابات افغانستان در دیدی شما چه است بحث جامعه جهانی خب بخوایم امروز اوضای سیاسی و اوضاع جنگی و حتی اوزای اقتصادی در مدیریت جامعه جهانی چی دولت افغانستان چی احزاب چی کمیسیون است به نوعی اگر از لحاظ سیاسی نگیم از لحاظ اقتصادی وابسته به کمک های بین المللی است یعنی بینن نظارت مستقیم جامعه جهانی برای وضعیت کنونی چی در پروسه انتخابات چی در پروسه صلح چی در پروسه حکومت داری وجود داشته و هست و با قوت خود باقی است و این بار هم ما که تا جایی که ما در جریان هستیم حضاب سیاسی هم با جامعه مدنی ارتباط با جامعه بین المللی ارتباط داره و دولت افغانستان هم به نوی که بعد انتخابات ریاست جمهوری برگزار بشه و یکی از دستاوردهای ایالات یالات متحده امریکا هم میتونه در افغانستان برگزاری انتخابات یعنی پارلمان که نتیجهش بتو امیدوارم که مطلوب باشه و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و به این نظر هستم که بدون شک ایالات متحده آمریکا که در رأس جامعه جهانی در رابطه با قضیه افغانستان قرار داره تلاش میکنه و تلاش از زمین خادم میکنه که انتخابات ریاست جمهوری برگزار پیش, پیش از رفتن به انتخابات ریاست جمهوری انتخابات پارلمانی برگزار شده واقعا مورد سوالات زیادی هست و همکنون دو ولایتی که با اعلام نشده نتایج دستخوش بازشماری اند آراش و اصلا مشخص نیستی نه هفته به هفته بعد فکر میکنید اگر نتایج ابتدایی نهایی انتخابات پارلمانی اعلام شود که خود کمیسیون ها میگویند که نزدیک به 100 درصد تغییر خواهد آمد در نتایج ابتدایی به نظرتون نام نامزدان، هوادارانشان و بالاخره بی ها و آنچه تقلبات به میان آورد به بمبست نخواهد برد انتخابات. ها. نه بالاخره در کشورهایی که جنگ زده است تاریخ نشان داده که مشکلات ها وجود داشته و هست کمیسون مستقل انتخابات هم با همه انتقاداتی که بالاش داریم بالاخره اونها هم تلاش خود در این رابطه دارند اما اینکه چند ولایتی به شمول ولایت کابل که انتخابات به تعویق افتیده خوب از یک طرف نتایجش به تعویق افتیده بالاخره اختلافاتی که در میان هر دو کمیسون ایجاد شد مداخلاتی هم که از بیرون به بود شما میبینید که در این دوره به ویژه در کابل کسایی که سرمایه بسیار بالایی داشتند در انتخابات شرکت کردند این یک یک سوالی برای جامعه جهانی و برای نخبه های مردمی افغانستان و برای دولت افغانستان هست که خب یک کشور بی سواد تاجر وارد پارلمان میشه که اینها از لحاظ سیاسی یک مقدار تنوجزا شده ولی از لحاظ واقعیت کسایی که رای بردن چی از مجرای پول بوده چی از حج رای که بوده اینا حق مسلمشان است که چون بحث بس مجلس عوام است چی یک دیقان میره چی یک تاجر میره چی یک کسب کار میره چی یک شخصیتی نخبه سیاسی میره یا نخبه اقتصادی میره من فکر میکنم نباید اینا ملاکی سنجش و اعتبار باشه درست ولی در نهایت نتیجه میتونه که یک مقدار جنجالایی را برپا ولی جنجال ها به حدی حد نخواهد بود که بتونه انتخابات از زیر سوال درست کار برای اعلام نتایج کابل ظاهرا ز... به انتخابات سختتر شده میره و مجلس کنونی نمایندگان به تازگی یک مسابقه را تصویب کرد و تاکید کرد که تنها رای بایومتریک شده که خیلی هم جنجالی است حساب شود اگر قرار باشه برای ساده سازی کاری که های انتخاباتی پیشنهادی داشته باشه چی خب کمیسیون مستقل انتخابات بخوایم نخواهیم یک ارگانی است آره که مستقیما مستقیما آره. بالای رای دهنده ها و چگونگی از لحاظ تکنیکی و از لحاظ نظارت مستقیما نظارت داشت مستقیما حضور داشتن ما فکر میکنم که اگر اینجا صداقت در کار باشه و اینا هم شخصیت های خوبی هستند اکثرا اهل تحصیل هستند اینا متاثیر از ارک متاثیر از وバイスلور ریاست اجراییه و, و جهات دیگر نباشند اینها میتونن که با حسن نیتی که داشته باشند هم از بایومتریک میتونن رای بایومتریک شده استفاده کنند و هم از رای از رایایی که این که در اینجا تقلب صورت نگرفته و بالاخره بایومتریک زمینش مساعد نبوده میتونن از این هم استفاده بکنن در صورتی استفاده کنن که قناعت عمومی را بنا برمو تاثیرگذاری که دارن قناعت مردم را فراهم کنند بیا نظر دو گزینه میتونه اینو استفاده درسته کنه. حساب سیاسی حالا پیشنهاد میکنند یکی از راه هایی که اونا بپذیرند انتخابات آینده ریاست جمهوری را این هست که از ثبت نام مجدد رای دهندگان صورت بگیره اون هم با, با ماشین های بایومتریک بایومتریک شوه و با یک روند الکترونیک بریم به انتخابات ریاست جمهوری همسو هستید خب خود نهایتا بعد کارشناسی و مطابق با کشور که ببینه که در فرصت باقی مانده آیا امکان داره بله شما که بیشتر از دو میلیون آم... کسایی رای ندادن خب باید یک قلب بعد یا 15 یا 20 میلیون شهروندی ما باید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنن این باید سری از ایران بعد فکر بکنن کارشناسی و اگر الکترونیکی شو، یقینا میتونه که یک گام مثبتی در شفافیت انتخابات باشه در غیر این الکترونیکی را ما تجربه کردیم همین را ماشین های بایومتریک را با مشکلات مواجه شدیم خب مشکلات یک بار ببینید چیز جدیدی بود در افغانستان چون ام. اولین باری بود که استفاده شد و چند روزی معدودی هم کسایی که معمولیت پیدا کردن آموزش, دیدن. دیدن و شما این مشکلات, ای یک... ای مشکلات در خواهد شد این مشکلات اگر واقعا اگر صداقت در کار باشه خیلی خیلی شرکت هایی است که آموزش میدن در ولایات آموزش بدن مردم ها در ولسوالی آموزش بدن در مرکزها آموزش بدن اگر صداقت در کار باشه ما متقین هستیم که در ظرف یک لا دو ماه همه مردم هم میتونن آگاهی کامل از درست میده. اگر ناگزیری ها و دشواری های شرایط جاری افغانستان اجماع بر سر تصمیم اخیر کمیسیون را به میان بیاره همه بپذیرند که بله انتخابات در 29 سرطان سال آینده برگزار شود همین خلای مشروعیتی که پس از جوزای سال آینده به میان می آید و حکومت وحدت ملی هم بهش معترف از چون دیگر راهی مثل ماده 83 قانون نیست این خلای مشروعیت چگونه پر میشه به نظرتان چه حکومتی نظام در افغانستان بر مبنای قانون اصلا نبوده و الان هم نیست از لحاظ قانونی نباید این خلا به وجود بیاید به هیچ صورتی نباید بیاید ولی نظام نظام مسلحتی است قسمی که حکومت وحدت ملی هم مبنای قانونی نداشت و, و الان هم انتخابات پارلمانی هم بر مبنای قانون برگزار نشده و تمام پروسه های مردمی قطعا بر مبنای قانون برگزار نشده و این بار هم یک راکاری که مسلحت جامعه میتونه او را بکنه فکر کنم یک اشکالی است که خودشون رفت میکرد اما سیاسی و شخصیت های سیاسی اشارات داشتند که بعد از جوزای سال آینده دیگر رئیس جمهور غنی رئیس جمهوری قانونی یا هم رئیس اجرایی دجاش مشکلی که ما در افغانستان داریم او است که اگر احزاب سیاسی واقعاً موقف گیریشان بر مبنای قانون پا بر باشه بدون شک ریاست جمهوری باید در اون وقت باید به طرف یک نظامی به یک حکومت موقت تا زمینه برگزار انتخابات قطعا مشروعیت از قانونی میره زیر سوال ولی مشکل در افغانستان است که خب یک پیش بینی شما چی هر هر در قدرت است رئیس جمهور نظام پابرجا است باز این اطلاف ها از هم به یک اینا باشی و سرگزاری که دانن اطلاف ها و این مفکوره ها از هم میپاشه بالاخره باز با هم همسو میشن این ما تجربه کردیم در تاریخ افغانستان یعنی حکومت وحدت نه. ملی با همین ساختار و همین ساختار ادامه, ادامه پیدا میکنه بله... تاریخ نشان داده در افغانستان که ده. هیچ بدیلی برای جایگزینی چنین وضعیتی در افغانستان نمی. رئیس یکی از جریان های سیاسی و یکی از کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری ابراز نگرانی کرد از اینکه انتخابات تاخیرش فراتر از بستانوی سرطان خواهد رفت یعنی در بستانوی سرطان هم اگر برگزار نشه چه آینده ای خواهد؟ اگر وضعیت انتخاباتی پارلمانی که هنوز هم مشخص نیست که نتیجه نهایی چه وقت ایلان میشه و این هم باید مخاطره بره و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هم که مبتنی با افکار عمومی نباشه و بدون شک که این تمدید شده میره و وضعیت بحرانی با تر شده میره و شما میبینین که پروسه صلح هم در مسیر راه است کشورهای منطقه و جهان در این رابطه هم بسیار حساس شدن و موقف گیری هایی که امریکایی ها در اواخر داشتند و کشورهای همسایه داشتند به نفع دولت افغانستان نیست یک مقدار مورالی مخالفین تقویت کرده و اینها همه به یک و نوی آسیب میرسانه پروسه های انتخابات هم و وضع امنیتی را هم کاملا آسیب میرسانه و افکار عمومی را حتی افکار عمومی توریست که نشه که ما قسمی که بنان سیوان در زمانی شکست اتحاد جماهیر شوروی بر مبنای اعلان مشم صالحه ملی از طرف دکتر نجیب الله که زمینه را مساعد کردن که دولت از درون بپاشه چنین یک وضعیتی را متصویر نیست متصویر است در وضعیت افغانستان که این و... بعض انتخابات و تعویق بره بعضی سال آ... پیش بره و بالاخره آ... نظام از درون آ... به یک نوی متلاشی بشه و فضا یک شیوه دیگه خدا کنه که به اینجا کشانده نشه ولی من به نظر هستم که اگر دولت افغانستان نتونه اوزاره در, در درون جغرافیه خودش مدیریت کنه خیلی سپاس از شما جناب آقای امین برای حضورتان در این بخش بحث سفر. و از سپاس از شما هم که بیننده این بخش نخست بودید اما چشمانداز گفتگوهای صلح با طالبان و جایگاه حکومت افغانستان در آن این موضوع را به بحث خواهم گرفت با مهمانان دیگر در بخش دو پیش از آن میان برنامه و ترنگ کوتاه